وقتی یه مدرسه آموزشی رو میان تبدیل به یه مکان اقتصادی میکنن، اسمشون هم گذاشتن بنیاد فرهنگی قدس. جلسه اولی نیست که ما حضور پیدا میکنیم و این تجمع جلوی استانداری هسته، جلسه سوم یا چهارمی هسته که ما اینجا میایم. کار حتی به جای رسید که در واقع کلیه تجهیزات آموزشی و اداری این مجموعه گرانبها به زیر زمین انتقال داده شد. اولیای دانش آموزان مدرسه ایرانیان که زیر نظر بنیاد قدس است، برای چندمین بار در اعتراض به تغییر کاربری این مدرسه مقابل استانداری کرمان جمع شدند. اتفاقی که پس از تغییر هیئت مدیره رخ داد. در واقع حدود 2 ماه پیش یک تغییر در هیئت مدیره این بنیاد صورت گرفت و با توجه به اینکه اینا ادعا کردند که این مکان هیچ گونه در واقع انتفاع و در واقع توجیه اقتصادی نداره، به مدیریت محترم در واقع مجموعه اعلام کردن که بلافاصله باید این محیط رو ترک کنی و کار حتی به جای رسید که در واقع کلیه تجهیزات آموزشی و اداری این مجموعه گرانبها به زیر زمین انتقال داده شد. وقتی دارن تو پایه بچه‌ها رو داغون میکنن، وقتی یه مدرسه آموزشی رو میان تبدیل به یه مکان اقتصادی میکنن، اسمشون هم گذاشتن بنیاد فرهنگی قدس. یعنی شما واقعا خودتون یه لحظه ما رو بذارین جای ما والدین. نزدیک 250 تا دانش آموز بیرون کردن، الان امسال هم نزدیک 150 تا ما بچه ها میبایستن ثبت نام کنن، یعنی 150 تا ما بیشتر داشتیم و حالا برگشتن. تازه آقایون یادش اومده که این مکان به دلیلی که سال 97 6 میلیارد قیمت خورده، امسال 60 میلیارد قیمت خورده، به دلیلی که الان این مکان ارزش اقتصادی زیادی پیدا کرده، اصلا نمیتونه یه مکان آموزشی باشه. آموزش پرورش کل، آموزش پرورش ناحیه 2، خود مدرسه، بازرسی کشور، هر جا که شما بفرمایید که این آقایون هستن، ما رفتیم داد زدیم اما صدای ما به جایی نرسیده، خفه کردن والدین مدرسه ایرانیانو. آنطور که اولیا میگویند 250 دانش آموز و بالغ بر 12 کادر آموزشی در این ماجرا با مشکل مواجه شدند و درخواست رسیدگی به این موضوع را دارند. حمزه سلمانی، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.